اینم ریحانه است. نه نه، با تو خونه است. بچه هم خجالتیه. ریحانه تمام مورد معلومه. من، ریحانه، در بستنی فروشی نشسته بودم. مردی میان سال به طرفم آمد. با بخش تاریک و پنهان جامعه آشنا شدم. تلفنم به صدا در آمد. مامان بود. دلم میخواست به او بگویم چه شده. اما نگفتم. ندونستن داستان، هزار و یک سوال، رابطه نامشروع داشته؟ قتل انجام داده؟ چرا زده؟ قانون مربوط به تجاوز به دختران و دفاع آنان در برابر تجاوز را مردها نوشتند و مراحل دادرسی بی‌منطقه‌اش قصاص نفس با چوبه دار. ته ذهنمونم یه چیزی هم بود که حتما باید خوب یه خانواده رضایت بدن دیگه. خیلی سخت بود، ولی من خودم فکر میکردم که ما حاضریم که انجام بدیم تا رضایت بدن. کاش ذره‌ای از صراحت مادرم در وجودم بود. حتی 1% فکر میکردم نجات ریحانه توشه. چقدرم پر زحمت بود من انجامش میدادم. خدا، زندگی بی ریحانه نمیخوام. مهربان مادرم، من یاد گرفتم که گاهی باید جنگید. دانستم که حتی در شرایط سخت میتوان با جرقه‌ای شادی کوچکی را روشن کرد.